باره تقسیم کردیم. شانه اردوی ما انشالله تعالی سبکتر خواهد بود و اعتماد کامل دارم که شما قابلیت، ظرفیت و مدیریت آرزوی بزرگ مردم افغانستان داریم. اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رهبری روند صلح، انتخاب وزرای کابینه هم نصف نصف. آیا حکومت افغانستان گردنه بحران در ارگ ریاست جمهوری را رد کرده و حالا برای مذاکره با طالبان متحد شده؟ یاری داره اینجوری میکنه، یاری داره چیز میکنه. نه آقا بیاد کمک. همچنین در 60 دقیقه امشب روایتی از سانحه مرگبار ناوچه ارتش ایران. ماهیگیری میگوید زودتر از تیم امداد به حادثه دیدگان رسیده. بازدید یک نماینده کلیمیان ایران از زیارتگاه همدان 3 روز بعد از آتش سوزی. او میگوید آرامگاه استرمردخای آسیب جزئی دیده. و رئیس تشکیلات اطلاعاتی آمریکا از کارزارش در حمایت از دگرباشان جهان میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در افغانستان عبدالله عبدالله با امضای یک توافق از ادعای خود به عنوان رئیس جمهوری گذشت و اشرف غنی را به عنوان رئیس دولت پذیرفت. به این ترتیب زمینه خروج از بحرانی چند ماه فراهم شده، بحرانی سیاسی که با اعلام پیروزی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اشرف غنی و عبدالله عبدالله بروز کرد. بر اساس این توافق آقای عبدالله در رأس یک نهاد تازه تأسیس به نام شورای عالی مصالحه ملی قرار می‌گیرد و اعضای تیم او نیمی از دولت به رهبری اشرف غنی را تشکیل می‌دهند. عبدالرشید دوستم حامی عبدالله عبدالله در انتخابات هم به رتبه مارشالی ارتقا پیدا می‌کند، عالی‌ترین درجه نظامی در افغانستان. تازه‌ترین بن‌بست سیاسی افغانستان شکسته؟ اگر مثل 5 سال گذشته باز هم بین این دو چهره اختلافی بروز کند چه خواهد شد؟ آیا حکومت افغانستان در برابر طالبان منسجم تر شده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از علی حسینی. امضای ختم جنجال چند ماهی انتخاباتی. دو طرف توافقنامه ای را امضا می کنند که پس از چندین دور مذاکره نمایندگانشان به دست آمد. بار دوم است که عبدالله عبدالله و اشرف غنی در مسیر انتخابات به این نقطه می رسند. با یک تفاوت نسبت به دور قبل، پای وزیر خارجه آمریکا در میان نیست. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریق معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان این توافق یک مسئله کلیدی دارد، تقسیم قدرت. شما دکتر سر باره تقسیم کردیم، شانه اردوی ما انشالله تعالی سبکتر خود بود و اعتماد کامل دارم. آقای غنی در صحبت کوتاهی بدون اشاره به توافقنامه دو طرف گفت که به قابلیت آقای عبدالله در مدیریت روند صلح که ریاست آن را بر عهده گرفته اعتماد دارد. صلح گم شده افغان هاست و اجماع ملی بالای صلح به خاطر بقای افغانستان مهم و حیاتی می باشد. در روزهایی که پیش رو داریم امید است که با وحدت، با همکاری، با فکر منسجم بتانیم اول زمینی آتش بس و باز یک صلح دوامدار و پایدار انشالله و تعالی بدست بیاریم. از خداوند بزرگ شکر گزار است و افتخار میکنم که امروز صف جمهوریت به خاطر دایره مقدس صلح و رسیدن به ثبات دائمی متحد و یک پارچه است. عزم و اراده آقای عبدالله گفت که رسیدن به این توافق کار آسانی نبوده. با درک شرایط پرچالش امنیتی و کرونایی به این توافق دست یافته. بی ثباتی به نفع افغانستان نبود، میتونست افغانستان به قهقرا ببره و من ایران میدانم که تعدادی از متحدین ما برداشت های دیگه دارن از توافق سیاسی و نظرات با احترام به نظریاتشان من درک میکنم نظریاتشان، اما چیزی که امروز افغانستان ضرورت داره وحدت مردم افغانستان است.
برای که بتانه با همه مشکلاتی که مردم افغانستان به او رو بروست بتانیم که ما فایق بیاییم. توافق سیاسی همونطور که میبینین یک توافق جامعی است، در خدمت در اختیار مردم افغانستان قرار میگیره. ایجاد شورای عالی دولت، شورای مصالحه ملی با ترکیب نو و بالاخره سمگیری در حکومت. دو طرف توافقنامه‌ای را پذیرفتند که نکات عمده آن این موارد گفته شده: ایجاد شورای عالی دولت با هدف اجماع سیاسی با حضور رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی. این شورا بر رئیس جمهوری مشوره می‌دهد. دو طرف توافق کردند که شورای عالی مصالحه هم ایجاد شود. عبدالله به عنوان رئیس این شورا روند صلح را رهبری می‌کند. مقام ریاست شورای مصالحه دارای 5 معاون است، از جمله معاونین آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری. وظایف این شورا: ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین المللی در امور صلح، جلب کمک‌ها و پشتیبانی بین المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح و جلب کمک‌های بین المللی برای بازسازی بعد از برقراری صلح. در این توافقنامه آمده که رتبه جنرال دوستم از همپیمانان انتخاباتی آقای عبدالله به مارشالی، بلندترین رتبه نظامی در افغانستان، ارتقا می‌یابد. وزارتخانه‌ها و ریاست‌های مستقل هم بین دو طرف تقسیم می‌شود. هر دو تیم والی‌ها را بر اساس مکانیزمی معرفی خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 8 ماه پیش برگزار شد. 3 ماه بعد کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی و 5 ماه بعد نتایج نهایی را اعلام کرد. محمد اشرف غنی برنده اعلام شد. کاندید محبوب ما عبدالله رقیب انتخاباتیش اما نتیجه را غیر قانونی خواند و گفت تیم او پیروز است و حکومت همشمول تشکیل خواهد داد. با وجود هشدارهای پیهم آقای عبدالله، آقای غنی که برای بار دوم راهی ارک شده بود، 3 ماه پیش مراسم تحلیف برگزار کرد. در همان ساعت آقای عبدالله هم با عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کرد و بحران انتخاباتی سیاسی وارد مرحله جدی تری شد. جنجال‌های این دو نفر با میانجیگری آمریکا برعکس انتخابات قبلی به نتیجه ای نرسید و واشنگتن بخشی از کمک‌هایش را قطع کرد. در نهایت پادرمیانی شماری از چهره‌های سیاسی آغاز شد که مذاکرات نمایندگان دو طرف را در پی داشت. برایند این مذاکرات توافقنامه سیاسی امروز بود. تا اینجا اختلافات انتخاباتی حل شده به نظر می‌رسد. موضوع مهم اما این است که دو طرف تا چه اندازه بر سر حکومتداری با مشکل روبرو نخواهند شد. و موضوع مهم دیگر برای بسیاری از افغانها نقش انتخابات است. انتخاباتی که در دو دوره گذشته نتیجهش آنطور که باید مهم تلقی نشده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. شکیب منتظری از حزب نهضت ملی‌گرای افغانستان و از حامیان اشرف غنی از کابل با ما هستند. آقای منتظری، تجربه 5 ساله دولت وحدت ملی از نظر بسیاری پرمشکل و حتی ناکام ارزیابی شده. دولتی که 50% اون از یک تیم و 50% دیگرش هم از تیم مقابل هست، چه تفاوتی با دولت وحدت ملی خواهد داشت؟ البته دوره حکومت وحدت ملی با تمام چالش‌ها و مسائلی که فراروی خود داشت، یک تجربه بسیار مثبت و یک راهکار بسیار شاهانه برای حل معضل سیاسی در افغانستان بود. اما با برداشت تجربه‌های بسیار سازنده از دوره حکومت وحدت ملی، این بار توافق سیاسی تفاوتش در نبود حکومت دو سره در افغانستان است. جناب دکتر سیب عبدالله درست است که به عنوان یک طرفی از توافقنامه در حکومت سهم پیدا کرده و دارای سهم است.
اما خود جناب دکتر سیف عبدالله مثل سمت قبلی در جایگاهی قرار ندارند که در تصمیم گیری های کلان ملی در تقابل یا در نقطه مقابل رئیس جمهور کشور ما قرار داشته باشند. شخصیت هایی که از تیم دکتر سیف عبدالله و از تیم هواخواهان دکتر سیف عبدالله در حکومت سهم پیدا می کنند، او تعداد شخصیت های علمی و اداری تکنوکرات هایی هستند که توانایی کار را دارند. اما اونا در بدنه نظام در داخل تیم جابجا میشن و تنها کسی که آخرین تصمیم را میگیره رئیس جمهور مملکت است. دیگه ما رئیس اجرایی نداریم که ما حکومت دو سره داشته باشیم. تفاوت اینجاست. بسیار خوب. همین الان حبیب الرحمن پدرام عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل هم به ما پیوستند. آقای پدرام اگر صدای من رو داشته باشید از شما میخوام بپرسم آنچه که الان اتفاق افتاده از نظر شما شکست بن‌بستی است که 5 ماه ادامه پیدا کرد یا خیر؟ درود بر شما. این یک تیغ دولبه آقای پدرام صدای منو میشنوید؟ متاسفانه مثل این که ارتباط ما با آقای پدرام ما در مملکت به محض این که ارتباط ما با آقای پدرام اصلاح بشه حتما با ایشون صحبت خواهیم کرد. اما آقای منتظری فرمودید که تیم منسجم تر شده، تأکید اشرف غنی این بود که باید هر توافقی در مطابقت با قانون اساسی باشه، به همین دلیل هم گویا این توافق کمی به تعویق افتاده بود. چقدر این توافق با قانون اساسی افغانستان مطابقت داره؟ البته توافق جدید صورت گرفته از یک هیچ زاویه در تناقض با قانون اساسی افغانستان نیست. ما در نظام ریاستی به سر میبریم، در نظام ریاستی صدارت عظما نداریم، بنابر او نه تنهایی که در این دوره صدارت عظما است که ریاست اجرایی هم نداریم، ولی بحث‌های حاشیه‌ای و تشکیلات دیگه‌ای که به تناسب شرایط افغانستان شکل میگیره مانند شورای عالی دولت یا مثلا شورای عالی مصالحه، اینا کدام تناقض تفاوتی و ضدیتی با قانون اساسی کشور ما نداره. بنابر او ما جایگاهی را که در اون نقطه به تناسب قانون اساسی گیر بمانیم و در تقابل با قانون قرار بگیریم نداریم فعلا. ولی خب اینها در قانون اساسی پیش بینی هم نشده. شورای عالی دولت یا مثلا شورای عالی مصالحه ملی چیزی نیست که در قانون اساسی جایگاه داشته باشه. شما میگید در تناقض با قانون اساسی قرار نداره، ولی خارج از قانون هست نیست؟ اینا درست است که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی نشدند، ولی در تیم دولت یا در نظام و حاکمیت نیستند. شورای عالی مصالحه و شورای عالی دولت اگر در بدنه حاکمیت لحاظ میشد باز ما در تناقض با قانون اساسی میگرفتیم، ولی ما شوراهای مردمی داریم، شوراهای انکشافی به سطح قریه داریم که ادامه حکومت محلی هست، اونا هم در قانون اساسی پیش بینی نشدن. شوراها چون خارج از بدنه نظام از در کشور ما با او اساس ما تناقض با قانون اساسی نمیبینیم. ارتباط ما با آقای پدرام عضو مجلس نمایندگان وصل شده. آقای پدرام اول من میخواستم ارزیابی شما رو بدونم از این توافق. فکر میکنید که به بحران سیاسی که ماها بود گریبان افغانستان رو گرفته بود خاتمه داده؟ افغانستان در 2014 شاهد یک توافق بود خلاف قانون اساسی، اما نه خلاف جرگه هایی که در تاریخ افغانستان به وقوع پیوسته بوده. متاسفانه ما در دوره حکومت وحدت ملی شاهد کشتار ده ها هزار جوان این سرزمین، شاهد کشتار مردم در بخش های مختلف این مملکت بودیم، شاهد فرار سرمایه ها و مهاجرت های فراوان بودیم، شاهد مشکلات بسیار جدی بودیم، شاهد رشد و افزایش کشت مواد مخدر بودیم،
شاهد بلند رفتن سطح فساد اداری و اخلاقی بودیم و هزاران مشکل دیگری که حکومت وحدت ملی نه تنها از اونها نکاست بلکه به شدت اونها را اضافه کرد. امروز همان بزرگوارانی که حکومت وحدت ملی را تشکیل داده بودند دوباره در کنار هم قرار گرفتند با همان تقسیم، منتها با این تفاوت که نامها کمکی فرق کرده. منتها قرار تشکیلات همان 50-50 تقسیم بشه، وزارت ها، ریاست ها، آمریت ها، سفارت ها، ولایت ها و همه چوکی ها در درون این نظام بین این دو بزرگوار تقسیم بشه. این تیغ دولبه. اگر قرار باشه که همان حکومت وحدت ملی با همان سیاست و محتوا ادامه پیدا بکنه، پس چه لزومی داشته که تقریباً اینجا هم دارن تمام افغانستان و دنیا را درگیر این انتخابات مسخره بکنن و در فرجام هم کنار همدیگر بشینن و همدیگر لبخند بزنن و یک توافقنامه حکومت تازه را امضا بکنن. اگر قرار بوده چون این چیز اتفاق بیفته، چرا پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پیش از این آبروریزی ها و رسوایی ها در سر دنیا و پیش از مصرف کردن این بودجه های بسیار کلان و هنگفت به توافق نرسیدن؟ ما امیدوار هستیم. یک نکته من از مهمان دیگه برنامه پرسیدم، از شما میخواستم بپرسم که شما عضو مجلس نمایندگان هستید، آنچه که اتفاق افتاده آیا مطابقتی با قانون، خصوصا قانون اساسی افغانستان داره یا نه؟ متاسفانه چیزی که در افغانستان بسیار نامش گرفته میشه قانون است و چیزی که فراوان زیر پا میشه باز هم قانون است. همین خود آقای غنی مگر با زیر پا گذاشتن همه قوانین افغانستان یک بار به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی بر ما به وسیله آقای جان کری تحمیل نشد؟ مگر همین توافقی که امروز صورت گرفته کجایش به قانون اساسی شباهت داره؟ شورای عالی دولت، شورای عالی مصالحه، تقسیم سفارت ها، وزارت ها، ولایت ها و برو تا امتیازات دیگری که بالاخره تا این توافق صورت گرفته، اینها از کجای شکم قانون اساسی بیرون کشی شده؟ این یک یاوه‌گویی و خواب‌دیدن به چشم مردم. من یک چیز جناب موسوی اضافه بکنم که مخلل اصلی نظام افغانستان، آرامش افغانستان بیشتر آقای غنی بوده تا آقای عبدالله. آقای عبدالله که در همین 5-6 سال گذشته هم سر به مصلحت داده، امروز هم بالاخره به خاطر منافع ملی و چشمانداز طولانی تر سرنوشت افغانستان تن به مصلحت داده. ما امیدواریم این دو بزرگوار حداقل در این دوره حکومت از تقابل ها دست بردارن و به فکر این مردم رنجیده ای که چیزی جز تلخی از سیاستمداران ندیدن کار بکنن. آقای منتظری پاسخی دارین؟ حرفای آقای پدرام نقد حرفای شما بود کم و بیش. با دیمان دوستی عزیز و همبحث ما، البته باید تذکر داد کسایی که از تیم دکتر سیب عبدالله هم وارد نظام میشه افغانها هستند و خارج از ملت افغانستان نیستند. البته با این انعطاف و با این گذشته که ما بخش دیگه از شخصیت های علمی، اداری و سیاسی مملکت خود در بدن نظام جای میتیم، ما در حقیقت پلورالیزم سیاسی را به نمایش گذاشتیم، ما انعطاف سیاسی را به نمایش گذاشتیم، ما تعامل و روحیه همدیگر پذیری و همبستگی را به نمایش گذاشتیم و این آیست آیسته داره به دنیا اعلام میکنه که ما افغانا به این ظرفیت و پختگی رسیدیم که دیگه ما میتونیم همدیگر را به آغوش بکشیم. شما ببینید در کجای دنیا وقتی که یک تیم برنده میشه باز بیاید تیم رقیب خود را در بدنه نظام جا بده؟ این نه تنها که خارج قانون اساسی نیست، بلکه این هم افتخار برای رئیس جمهور افغانستان است با این اتفاق گذشت که 50% قدرتی که در مشروع است و مستحق است در اختیار تیم رقیب میگذاره. هم این افتخار به تیمش است و هم به ملت افغانستان است. از این و حرکت آهسته آهسته رنگ و بوی ثبات، صلح، امنیت، پیشرفت، مدنیت و ترقی در کشور ما میشه و این خلاف قانونی اساسی نیست. درست. آقای پدرام، شما این اتفاقی که افتاده رو نشانه از مدنیت و پیشرفت سیاسی در افغانستان میبینید؟ قطعا نه. این نتیجه فشارهای قدرت‌های بیرونی، نتیجه فشار نیروهای سیاسی
نتیجه فشار افکار عمومی و نتیجه اوضاع به شدت متشنج افغانستان، از یک طرف کرونا، از طرف دیگه فشار روز افزون طالبان در میدان دیپلماسی و در میدان نظامی، فشار قدرت‌های منطقه‌ای و بیرونی، اینا همه دلیل بر مزید بر علت شده که آقای غنی بالاخره تن در بده به این مصلحتی که او را به خوردن زهر تشبیه کرده در مجالس خصوصی. آقای غنی اگر به خودش باشه، باور کنین یک پست شهرداری و مدیریت مکتب را به تیم رقیب نمیده. این در نتیجه فشارا بوده و یا اگر مسلمیه، ما آرزوی ما اینه که حداقل در این شرایطی که افغانستان بیش از هر زمان دیگری در رنج و مصیبت غرقه، این دو بزرگوار از اغراض اهداف شخصی فاصله بگیرند و فکر منفعت بشن. و آقای غنی امیدواریم که بیش از این دیگه یکتازی و رفتار دیکتاتور معاونه کار بگذاره و با مردم از نزدیک کار بکنه. آقای منتظری، اگر این روش کار نکنه، کما اینکه دولت وحدت ملی هم دچار مشکلات زیادی شد، در اون صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اول باید عرض بکنم که حکومت وحدت ملی بسیار دستاوردهای بزرگ داشت. اگر وحدت ملی شکل نمی گرفت، ما از انزوای جامعه جهانی که در او قهقرا فرو رفته بودیم بیرون نمی شدیم. و سیاست خارجی ما بر انزوای دشمنان و مداخلگران افغانستان صورت نمیگیره. این حکومت وحدت ملی و همدیگرپذیری دو تا رهبر و دو تا تیم بود که ملت ما دو پارچه نشد. بسیار خب، حالا ما بحثمون دستاوردهای ناکامی دولت وحدت ملی نیست، فقط سوال من این بود که این روش، این توافقنامه اگر کار نکنه، در اون صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ توافقنامه به صورت جد و به صورت 100% کارا هست، کار میکنه و گزینه بسیار مناسب است. وقتی ما از هر طرف و از هر زاویه ارزیابی میکنیم گزینه مناسب تر از این نیست که ما به دنبال گزینه بدیل باشیم. سیاسیون یک جامعه، دستندرکاران یک جامعه، وقتی که میتونن همدیگر را به آغوش بکشن، بپذیرن، مسئولیت‌های مملکت را مشترکانه به عهده بگیرن و در شرایط بحرانی که افغانستان هم از نظر اقتصادی، هم از نظر بحران سیاسی پیش آمده در جهان، هم از نظر امنیتی دچار چالش ها و مشکلات است. این مسئولیت ها را میایند با هم دو تا تیم به عهده میگیرند، پس چرا دنبال گزینه بدیل باشیم؟ بله، شما میفرمایید که حتما این کار میکنه. آقای پدرام، شما چی فکر میکنید؟ آقای منتظری حرفشون اینه که خب جایگزینی هم نیست، بدیلی هم و راه دیگه ای نبوده. بله، وقتی یک نفر بیایه و با زور و با توسل به امکانات دولتی بر سرنوشت مردم افغانستان سوار بشه و به هیچ قیمتی و با حتی با زیر پا گذاشتن همه قوانین این قدرت رها کردنی نباشه، شاید گزینه دیگری جز متاسفانه جنگ داخلی و کشمکش‌های درونی نباشه. اما در شرایط فعلی که افغانستان همونطور که بیشتر عرض کردم بیش از هر زمان دیگری محتاج کار مشترک و همدیگرپذیری است، محتاج این است که رهبران در درون کشور به یک انسجام و سازماندهی واحدی برسند. امیدواریم که این دو بزرگوار، حالا به هر دلیلی که کنار هم قرار گرفتن، اینا برن سمت گفتمان مشترک، به سمت امور دوری، ما هم در مقابل طالبان و هم در مقابل قدرت‌های بیرونی باید اون ادبیات واحد دسترسی پیدا بکنیم. سپاسگزارم. این کشمکش‌ها همچنان ادامه داره و حکومت وحدت ملی دوباره تکرار میشه. ممنونم از حبیب الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان، و همینطور شکیب منتظری از حزب نهضت ملی‌گرای افغانستان از کابل. طارق فرهادی، مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، از ژنو سوئیس هم با ما هستند. آقای فرهادی، بسیاری در خارج از افغانستان استقبال کردند از این توافق. آیا دست کم در بیرون از افغانستان این توافق شکست بنبست سیاسی تلقی شده؟ خب، سلام بر شما. افغانستان فعلا 4 چالش دارد: کووید، جنگ، فقر و تضاد سیاسی. امروز ما شاهد از این بودیم که تضاد سیاسی کم تقلیل یافت و در حقیقت 19 سال به تاریخ خود برگشتیم، چون
در کنفرانس بون 2001 هم یک فرمول مشارکت سیاسی در اونجا هم به امضا رسیده بود که امروز یک شکل دیگهش بعد از 19 سال به امضا رسید. و در بن 19 سال پیش چیزی که کم بود بود طالبان، که همگی از آن وقت به این روز اظهار پشیمانی میکنند که اگر طالبان اون روز میبودن و یک قسمت قدرت برشان واگذار میشد شاید اینقدر جنگ نمیشد، و امروز هم طالبان نیستن. پس اگر این پیمان به این بیانجامد که طالبان بیایند و صلح کنند، این یک خبر خوش است برای افغانستان و برای خارج، به خاطر که خارج یک مصرف گزافه دارد در افغانستان از نظر قشونی که در اونجا دارد و از نظر مالی. بعد از کنفرانس بن کمک های جهانی به افغانستان سرازیر شد، الان این کمک ها در معرض قطع شدن و حتی تهدیدهای جدی هم به دلیل بحران سیاسی صورت گرفت. حالا افغانستان، دولت افغانستان با این توافقنامه میتونه روی کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی حساب بکنه از نظر شما؟ تا حدی، اما کمک‌ها به هر صورت بعد از فضای کووید که همه کشورها اولویت‌های خود را دارند و حتی مثلا آمریکا تا به حال سهمیه ملل متحد خود نپرداخته، در آمریکا خصوصا که تمویل کننده عمده افغانستان است، فلسفه کمک به افغانستان آهسته داره آهسته آهسته از بین می رود و با اون پیمانه‌ای که در سابق افغانستان کمک می شد دیگر کمک نخواهد شد. ولی اگر جنگ در افغانستان خاتمه بیابد، شاید که مصرف هم در افغانستان به پیمانه سابق نماند. اشاره کردید که در کنفرانس بن طالبان غایب بودن، الان حرف و حدیث های زیادی در مورد گفتگو با اونها در جریان هست. چقدر به رهبری این پروسه تحت رهبری آقای عبدالله امیدوار هستید که در نهایت طالبان رو راضی بکنه که با طرف دولت صحبت بکنه و پروسه صلح به نتیجه برسه؟ ببینید آقای موسوی، اصلا مشکل افغانستان با پاکستان است. طالبان یک ابزار پاکستان هستند و باید برویم 26 سال قبل و ببینیم که چرا طالبان به وجود آمدند. پاکستان از افغانستان چی میخواهد؟ از افغانستان میخواهد که یک حکومت دوستانه در اونجا باشه و هند رول کمتر داشته باشه و پاکستان بتونه که با افغانستان تجارت اعظمی، حد اعظمی داشته باشه و به آسیای مرکزی راه داشته باشه. پس باید که آقای عبدالله بیشتر یک راه مذاکرات با پاکستان هم باز کنند و اگر با پاکستان اطمینان داده شود که در آینده در افغانستان یک حکومت می باشد که منافعشان در اونجا مد نظر گرفته میشه، خود طالبان موجودیتشان و دلیل بودنشان کمتر می شود. خب حالا با در نظر داشت جمیع این عوامل، فکر میکنید که افغانستان به صلح نزدیکتر شده یا نه؟ آهسته آهسته آهسته. متاسفانه امروز در حلقات دیگر حکومت افغانستان ادبیات صلح وجود نداره. مثلا معاون آقای اشرف غنی امروز به ننگرهار رفته بود و به طالبان به لحن طعنه‌آمیز حرف میزد. خب یا صلح می خواهیم باید ادبیات را تغییر بدهیم، یا صلح نمی خواهیم و حالت فعلی اگر ادامه کند ادامه بیابد کار دکتر عبدالله هم دشوار خواهد بود. و خیلی کوتاه آقای فرهادی، الان که حرف از خروج نیروهای خارجی هست، اگر چنین اتفاقی بیفته، دولتی که الان تشکیل شده با این توافقنامه هم البته تکلیفش روشن‌تر شده، دوام خواهد آورد در برابر طالبان؟ یگانه راه استقرار افغانستان این است که به زودی با طالبان به یک صلح رسیده شود و همین چیزی است که قدرت‌های خارجی هم واضحاً امروز میگن. چند ماه پیش واضحاً نمیگفتن ولی الان میگن که ما داریم بیرون میشویم و باید شما با همدیگر کنار بیاییم. ممنونم از شما آقای فرهادی. طارق فرهادی، مشاور پیشین محمد اشرف غنی و از ژنو سوئیس با ما.
یک هفته بعد از حادثه مرگبار برای ناوچه کنارک متعلق به ارتش ایران در دریای عمان، از این سانحه گفته می شود در یک رزمایش رخ داد، اطلاعات چندانی در دست نیست. حتی در بیانیه ارتش هیچ ردی نیست از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، فقط گفته شده که تحقیقات در این باره ادامه دارد. در این میان بعضی از رسانه‌های داخل ایران مصاحبه تصویری منتشر کردند از فردی در نزدیکی محل حادثه بوده و به کمک قربانیان هم رفته. مهرزاد کهنروز گزارش می‌دهد. روایت شلیک به ناوچه کنارک، روایتی که می‌تواند یک پرونده رازآلود دیگر از آتش خودی در ایران باشد. یک هفته پس از این سانحه، مجهولات حالا بیشتر از معلومات است. آنچه که می‌دانیم این هاست: حادثه در رزمایشی دریایی اتفاق افتاده در محدوده آبهای جاسک و چابهار در دریای عمان. 19 نفر جان خود را از دست دادند، 15 نفر دیگر هم مجروح. روایت غیر رسمی این است: شلیک موشک از این ناو جنگی جماران صورت گرفته. ناوشکنی که زمستان 11 سال پیش به ناوگان نیروی دریایی الحاق شد با حضور آیت الله خامنه ای. ناوچه هدف قرار گرفته شده کنارک، 2 سال پیش به نیروی دریایی ارتش تحویل داده شده. تقریبا چیزی بیش از این در دست نیست. حتی در اطلاعی ارتش هم به چگونگی وقوع حادثه و گزارش خبرنگاران حاضر در محل مبنی بر شلیک اشتباهی هیچ اشاره ای نشده، جدای روایت های رسمی و غیر رسمی و کلی. چیزی که هست روایت این ماهیگیر. ما تو 40 مایلی ساحل چابهار بودیم برای برنامه ویژه ماهیگیری اسپورت و ورزشی. ساعت 3 بود که یه دودی رو از فکر می‌کنم 10 مایلی بود ما مشاهده کردیم. 3 ظهر روز یکشنبه. اول فکر کردیم که لنج که آتیش گرفته، چون تو دریای آزاد بودیم، لنجای ماهیگیری اونجا زیادن. حدوداً چقدر با اون دودی که دیدید فاصله داشتید؟ ما 1.5 ساعت فاصله داشتیم. 1.5 ساعت فاصله زمانی داشتیم. حتی تا وقتی نزدیک شدیم هم فکر می‌کردیم لنج که آتیش گرفته. ماهیگیری که برای سرگرمی در محل رزمایش ماهیگیری می‌کرده، نه تنها حادثه را زودتر دیده، بلکه به گفته این گزارش زودتر از امدادگران به شناور حادثه دیده کنارک می‌رسد. برو ببین چیه دقیقاً اونجا اومدی. همون کوله است، همون شبیه همون کوله است. بریم آقا، بریم، ریسک نکنیم. آقا ناو جنگی آقا. خب اون موقعیت آقا یارو داره اینجوری می‌کنه، یارو داره چیز می‌کنه. نه. آقا بیا کمک، بیا کمک. برو. دیدی تو؟ آره به خدا اینجوری میکنه. برو یاری داره اینجوری میکنه. اولین نفری که مشاهده کردیم یه مجروحی بود که یه دونه جلیقه نجات داشت، روی آب شناور بود، به سختی نفس میکشید. وقتی که ایشون آوردیم توی قایق، یه مقدار که صحبتی فهمیدیم که هموطنان دلاور ارتشی خودمونن و انرژیمون خیلی بیشتر شد برای نجات دادنشون. خبرنگار از شاهد میپرسد اگر قرار بوده نیروی کمکی همان لحظه به محل میآمد چقدر زمان میبرده. آخرین لحظه که من GPS رو دیدم 32 مایلی بودیم، یعنی ما خب نزدیکترم شده بودیم به ناوچه. قایقای صیادی 32 مایل رو میتونیم تو 2 ساعت و نیم پرگاز بیایم، ولی خب کشتی های نجات دیرتر میرسه. کشتی نجات کی رسید؟ ببینید کشتی نجات بعد از بالگرد رسید. اول بالگرد رسید. بالگرد تا چند رسید؟ بالگرد فکر میکنم سرش بین 6.5 بود که بالگرد رسید. نیم ساعت بعد از بالگرد اولین کشتی ناجی ارتش رو مشاهده کردیم و به ما رسیدن و مجروح انتقال دادیم که متاسفانه یکی از این مجروحین به خاطر شدت جراحات شهید. بله شهید. کشته های اخیر در کنار 176 سرنشین هواپیمای سرنگون شده اوکراین 4 ماه پیش، پس از صدها کشته آبان پیش، فهرست بلند بالای پرونده های رازآلود آتش به خودی. مسئولان عمدتاً مسئول از مجازات، خانواده های داغ دیدگان به دنبال جعب سیاه. مرشد کهنروز، BBC.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای مطالعات خاورمیانه، از همین شهر با ما هستند. آقای ندیمی، اگر این روایت رو قبول بکنیم، روایت این فیلم رو، به نظر میاد که امداد رسانی خیلی کند بوده. چرا اینطور اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ امداد رسانی خیلی کند بوده، واقعا درکش خیلی سخته. با توجه به صحبتهایی که شاهدان عینی کردن، فاصله محل سانحه تا ساحل چیزی بوده 32 مایل تا 35 مایل بوده و با محاسبه که من کردم با پایگاه دریایی منطقه سوم نیروی دریایی ارتش، چیزی بوده همون 35 مایل دریایی فاصله بوده. پس بنابراین نمی بایست اینقدر طول میکشیده، ساعتها طول میکشیده که نیروهای نجات امداد نجات برسن. این نکته را باید در نظر داشت. در چابهار پایگاه دریایی امام علی سپاه هم قرار داره و اونا قایقای تندروی دارن که با سرعت‌های بین 90 تا 120 کیلومتر در ساعت میتونن خودشون رو به نقطه مورد نظر برسونن در دریا و گشت‌های بسیار فعالی هم دارن و کاملا قابل تصور هست که نیروی دریایی سپاه از این سانحه با خبر شده. پس از اون نظر هم خیلی تعجب برانگیزه که چطور اونا وارد عمل نشدن و به کمک نشتافتن. به نظر میرسه با وجود اینکه از یک طرف قضیه حالا یا ناو جمهوران هست یا ناو دیگه‌ای مربوط به نیروی دریایی ارتش، ولی به نظر میرسه که خیلی ها اصلا خبر نداشتن از اینکه این موشک برخورد کرده به ناو کانانک و چنین فاجعه‌ای به بار برده. تصور دیگه‌ای نمیشه کرد. این مانور چقدر واقعا اگر معیارهای جهانی رو در نظر بگیریم درست انجام شده، به خاطر اینکه گویا در اطراف ناو آسیب دیده یا ناوچه آسیب دیده اصلا کسی نبوده و در نقطه‌ای به نظر میاد که پرت افتاده بوده. ببینید، هر مانور دریایی که قرار انجام بشه از پیش منطقه مشخص میشه. باید طبق قوانین بین‌المللی منطقه مانور به اطلاع مراجع بین‌المللی برسه. نباید فراموش کرد که در اون ناحیه بسیار پرترافیکی هست به درون منطقه شمالی دریای عمان و نزدیک تنگه هرمز و بسیار خطرناکه که یک مانور دریایی به هر دلیلی، حالا یا آزمایش یک موشک باشه، موشک معمولی یا موشک جدید، یا اینکه یک تمرین نظامی باشه، بدون اطلاع کشتیرانی بین‌المللی و بدون اطلاع کشتیرانی خودی. اگر این نکته باید توجه داشت که طبق گفته شاهدان عینی منطقه پر از قایق‌های غیر نظامی بوده، لنج‌های ماهیگیری بوده و یک مانور به این شکل میتونه کاملا خطرناک باشه. این نکته رو باید در نظر داشت که اگر یک کشتی بین‌المللی، کشتی جنگی بین‌المللی در منطقه در حال تردد بوده و این موشک به اون میخورد، یک بحران بسیار جدی میتونست به بار بیاره. چرا تا حالا ابعاد قضیه روشن نیست؟ بازم به نظر میاد که مخفی کاری انجام میشه. دلیلش چی میتونه باشه؟ چند دلیل مختلف میشه متصور شد. ببینید، موشکی که صحبت شده در این حادثه نقش داشته، موشکی C-802 هست که اصلش ساخت چین هست. در دهه 90 ایران تکنولوژی ساخت این موشک رو وارد میکنه، به نام موشک نور تولید میکنه. یک موشک هدایت شونده راداری فعال هست، یعنی در دماغش یک رادار کوچیک داره که پس از اینکه به یک فاصله مشخصی با استفاده از اتوپایلوتش و مختصاتی که بهش داده شده میرسه، رادار خودش رو فعال میکنه و قدری از ارتفاعش کم میکنه. در حدود ارتفاع 3 متری سطح زمین موردش اسکن میکنه، بزرگترین هدف راداری رو که پیدا میکنه گوش قفل میکنه و بهش برخورد میکنه. در این مورد اینطور گفته شده که کشتی کنارک کافی نتونسته از هدفش فاصله بگیره، ولی به نظر میرسه که نکات خیلی نامشخصی هم وجود داره در این مورد، از جمله ممکنه نوع هدایت موشک نوع هدایت متفاوتی بود. سپاسگزارم از فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی مؤسسه واشنگتن. یکی از نمایندگان کلیمیان ایران که از زیارتگاه مهم این اقلیت دینی در همدان دیدن کرده، به بی بی سی فارسی گفته خسارت به آرامگاه استر و مردخای که پنج شنبه به آتش کشیده شد جزئی است. قبلا دانشجویان بسیجی همدان تهدید کرده بودند که آن را تخریب و دفتر نمایندگی فلسطین را به آنجا
منتقل میکنند. آتش سوزی گسترده دیروز در محل معبد هندوها در بندر عباس هم به نگرانی از احتمال حمله های بیشتر به اماکن مقدس اقلیت های غیر مسلمان در ایران دامن زده. کسرا ناجی گزارش میدهد. از زیارتگاه استر و مردخای در مرکز همدان امروز بعد از حمله پنجشنبه بعد ظهر تندروها به آن عمدتا سالم. این زیارتگاه آخرین بار طی حمله مغولها به ایران ویران شد. گزارش شده که فرد یا افرادی یک بمب آتش‌زا به داخل آن پرتاب کردند. نمایندگان کلیمیان که از آن بازدید کردند میگویند خسارت ها بسیار ناچیز است و محدود است به کنیسه‌ای که به آرامگاه متصل است. این صدای هارون یشایایی، مسئول پیشین انجمن کلیمیان تهران. ببینید یه مقدار یه چند تا پرچه‌های کنیسا سوخته، به واقع پرده های جنبی که فقط تورات نبوده. بعد ما اون چه اهمیت داره تو این کنیسا ها تورات های تومار های خطیه. خوشبختانه اصلا به اون طرف نرفته آتیش و اصلا به تورات ها هیچ لطمه وارد نشده. فقط در اون منطقه مثلا اونجا که اشمنگاه مردم بوده و میشستن و پرده بود و از محبته کنیسا. زیارتگاه استر و مردخای شامل کنیسه و آرامگاه است. یکی از مقدس‌ترین زیارتگاه‌های یهودیان ایران و جهان. اینجا گفته می‌شود محل دفن استر است، همسر و ملکه خشایارشاه که با کمک عمویش مردخای که او هم اینجا دفن شده با وساطت جان عده زیادی از یهودیان را نجات داد. واقعی که در انجیل هم از آن یاد شده و تا امروز یهودیان در عید پوریم شوک گذار آن هستند. قبلا دانشجویان بسیجی همدان بارها تهدید کرده بودند که این بنا را ویران خواهند کرد و به جای آن دفتر نمایندگی فلسطین را ایجاد میکنند. حمله روز پنجشنبه در سال روز استقلال اسرائیل صورت گرفت، روزی که فلسطینی ها آن را روز نکبت نامگذاری کردند. خدا را شکر کوچکترین خسارتی، کوچکترین مشکلی برای این زیارتگاه به وجود نیامده. مسئول فعلی انجمن کلیمیان تهران امروز با فرماندار همدان از زیارتگاه دیدن کرد. سازمان‌های یهودیان در خارج از کشور حمله به زیارتگاه را محکوم کردند و آن را حمله‌ای به یهودیان، به خصوص یهودیان ایران دانستند که تعدادشان از هنگام انقلاب ایران از حدود 100 هزار نفر به حدود 15 هزار نفر رسیده است. ما برادرانه داریم با مسلمان ها زندگی می کنیم، کوچکترین مشکلی برای زندگی کردن نداریم، تمام فرایض مذهبی به صورت آزادانه داره انجام میشه و این شایعات و این صحبت هایی که از کاهی کوهی ساختن واقعا برای من جای سواله. اینجا کاملا سالمه. حالا شاید گوشه یه تیکه از موکت آتیش بگیره و یه ذره دود بکنه، ولی متاسفانه دشمنان ما از کاه کوه می‌سازند و برخلاف و بر ضد جمهوری اسلامی تبلیغات می‌کنند. دادستانی همدان گفته هنوز نتوانسته حمله کننده به اینجا را شناسایی کند، اگرچه تصویر او در دوربین‌های مدار بسته در محل وجود دارد. مقام‌های همدان قول دادند که همه هزینه ترمیم و تقویت سیستم حفاظتی این زیارتگاه یهودیان را متقبل شود. امروز 17 ماه مه روز جهانی مبارزه با دگرباش هراسی نام دارد، روزی که بسیاری از اعضای جامعه رنگین کمانی میکوشند تا صدای خود را به گوش همه در سراسر جهان برسانند. در سالهای گذشته بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز علیه دگرباشان در جهان تغییر کرده، اما هنوز در 69 کشور همجنسگرایی جرم است و در بعضی از این کشورها از جمله ایران دگرباشان ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند. ریچارد گلنل سرپرست تشکیلات اطلاعاتی آمریکا که بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی این کشور است و خودش همجنسگراست، اخیراً کارزاری را برای جرم زدایی از همجنسگرایی در جهان به راه انداخته، کارزاری که در بخشی که بخشی از راهبرد امنیت ملی آمریکا هم هست. همکارم علی همدانی در گفتگو با ریچارد گرنل درباره این کارزار از او سوال کرده. کارزار جرم زدایی از همجنسگرایی در ایالات متحده در راستای راهبرد امنیتی ماست. کارزاری است برای جایگاه و شأنیت انسان ها. مسئله ای که هم شخص رئیس جمهوری آمریکا و هم من رو آزار میده.
من بارها از رئیس جمهور ترامپ شنیدم که درباره این مسئله صحبت میکنه، اینکه 69 کشور در جهان دگرباش بودن رو جرم میدونند. این جرم انگاری برخلاف شأن انسانیه، یعنی اینکه 69 کشور شهروندانشون رو به دلیل همجنسگرا بودن زندانی میکنن چرا که همجنسگرایی رو جرم میدونند. در بین این 69 کشور 10 کشور همجنسگرایان رو محکوم به مرگ میکنند و میکشند. این در قانون اساسی اونهاست. اطلاع دارم که برخی میگن این کشورها لزوماً چنین قانونی رو اجرا نمی‌کنند و شرایط بهتر از ایناست، اما واقعیت اینه که در این 10 کشور همجنسگرا کشی یک قانونه. این برخلاف ارزش‌های حقوق بشری ماست و برخلاف شأن انسان هاست. بنابراین ما این کارزار رو به راه انداختیم تا این 69 کشور قانونشون رو تغییر بدن و دیگه همجنسگرایان در این کشورها به دلیل هویت جنسی و جنسیتیشون مجازات نشن یا مجرم شناخته نشن. آقای گرنل، در میان این 69 کشور دوستان آمریکا هم هستند، مثل عربستان، مثل کویت، مثل امارات در آفریقا، مثل کنیا. با اونها چی کار میکنید؟ من این موضوع رو با همه شریکامون مطرح کرده و میکنم. مهم نیست که این کشورها در کجای جهان هستند. من همواره در دیدارهام با مقامات این کشورها این موضوع رو مطرح میکنم. این بخشی از هدف ماست که دیپلمات‌های آمریکایی رو در سراسر جهان تشویق کنیم که به طور مداوم این موضوع رو با مقامات کشورهای دیگه مطرح کنند. نه به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای، نه به عنوان آخرین موضوع در مذاکرات، بلکه به عنوان یکی از اولویت‌های ما. اینجا باید بگم که این کارزار در حال حاضر روی جرم زدایی از همجنسگرایی و زندگی دیگر باشان متمرکزه. بنابراین ما در این کارزار به دنبال تغییر قوانین درباره موضوعاتی مثل حق ازدواج برای دو همجنس یا برگزاری رژه افتخار نیستیم. اونها هم مسائل مهمی هستند که دیگران روش کار میکنند، اما در حال حاضر برای دولت آمریکا و نمایندگان ما اولویت اینه که به جرم انگاری زندگی دیگر باشان پایان داده بشه. این گام اوله، بخشی از راهبرد امنیتی کشور ماست که بر مبنای شأن و جایگاه انسان هاست. در گفتگویی اشاره کردید که آمریکا ممکنه همکاری اطلاعاتیش رو با این کشورها کاهش بده. بگذارید من در این زمینه روشن صحبت کنم. به عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا، نهاد ناظر بر 16 سازمان اطلاعاتی ایالات متحده، ما تلاش می‌کنیم که کارزار تازه‌ای رو در این نهادها شروع کنیم. مأموران و تحلیلگران بسیاری در این نهادها کار می‌کنند. ما در جامعه اطلاعاتی تلاش می‌کنیم که شیوه‌هایی رو پیدا کنیم که به این راهبرد امنیتی آمریکا، یعنی جرم‌زدایی از همجنسگرایی، کمک کنیم. مرتب می‌پرسیم که ما در سازمان‌های امنیتی چطور می‌تونیم به این کارزار کمک کنیم. آمریکا روابط اطلاعاتی گسترده‌ای با کشورهای جهان داره و به اونها در جمع‌آوری اطلاعات کمک می‌کنه. من این سوال رو مرتب مطرح می‌کنم که چطور میشه از این ابزار استفاده کرد. در کارگروهی که به تازگی راه اندازی کردم از همکارانم خواستم تا ایده ها و شیوه هایی رو در این زمینه مطرح کنند. نسخه اولیه این ایده ها در چند روز آینده حاضر خواهد شد. ما این ایده ها رو با همه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در میان می‌گذاریم تا شیوه کارآمدی رو در ارتباط با کشورهای دیگه انتخاب کنیم. کشورهایی که دیگر باشان باید مخفیانه و در سایه خطر دستگیر شدن زندگی کنند. با خودم فکر کردم وقتی هم نوعان من در این کشورها در عذاب هستند، ما باید در غرب خیلی بیشتر کار کنیم. باید پا رو از برگزاری مراسم و یادبودهای شیک در لندن و نیویورک و لس آنجلس فراتر بگذاریم. من خوشبخت بودم که در کالیفرنیا و آمریکا بزرگ شدم و زندگی کردم. من از طریق شبکه‌های اجتماعی از دیگرباشان زیادی از سراسر جهان پیام می‌گیرم که میگن نمیتونن اونطور که میخوان زندگی کنند، نمیتونن اونطور که میخوان بیرون برن و معاشرت کنند، به خاطر اینکه میترسن دستگیر شن. این همون نکته‌ایه که دولت ما بر اون تاکید داره که چرا 69 کشور در جهان با انسان‌ها چنین می‌کنند. آقای گرنل، موضع آمریکا در برابر کشورهای مانند ایران که دگرباشان درش با خطر محاکمه حتی مرگ روبرو هستند بسیار روشن. هزاران نفر از این دگرباشان به ترکیه گریختند و به عنوان پناهجو این روزها زندگی میکنن، پناهجوی سازمان ملل متحد در ترکیه. بسیاریشون آرزوی سفر و زندگی در آمریکا رو دارن، اما به دلیل قوانین ممنوعیت سفری که وضع شده چند سال پیش، این امکان براشون وجود نداره. سیاستی که ما در پیش گرفتیم در راستای محافظت از آمریکا و مردم آمریکاست. کسی منکر این نیست که رژیم اسلامی ایران آمریکایی‌ها نظامیان کشور ما و کشورهای دوست آمریکا رو در منطقه و جهان هدف قرار میده.
ما باید از منافع خودمون محافظت کنیم و تصور میکنم که این سیاست درستیه. اما در این حال منکر این نیستم که در این بین ممکنه سیاست ما افرادی مانند فعالان دیگر باش که قصد اصلاح امور در کشورشون ایران رو دارند و از اونجا فرار کردن رو هم تحت تاثیر قرار بده. من با این فعالان در تماسم و از اونها پیام دریافت میکنم که از ما مرتب میخوان درباره شیوه برخورد رژیم ایران با دگرباشان صحبت کنیم. اینجا میخوام یک بار دیگه بگم که کارزار دولت آمریکا برای جرم زدایی از همجنسگرایی فقط مختص ایران نیست. 68 کشور دیگه هم هستند. من به طور مرتب مصائب دگرباشان در این کشورها رو در ملاقاتم با مقامات این کشورها مطرح میکنم. Whenever I speak with diplomats from those countries, I always bring up the issue. آقای گرنل، شما یکی از بلندپایه‌ترین سیاستمداران جهان، بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا هستید که آشکارا همجنسگراست. شغلی که تا همین چند سال پیش برای یکدیگر باش غیر قابل تصور بود. راه آسونی رو تصور نمی‌کنم که طی کرده باشید. من باید بگم که از این بابت خوشبخت بودم که آمریکایی هستم. باید بگم که در آمریکا این مسیر آسون تر طی شده. البته مطمئنم بعضیا ممکنه که با این حرفم مخالف باشن، اما منظور من در مقایسه با سایر نقاط جهانه. خوشبختم که در آمریکا بزرگ شدم. خوشبختم که در کودکی و نوجوانی و جوانی به عنوان یک دگرباش تونستم در جامعه ای آزاد رشد کنم. تونستم جوانیم رو در کنگره آمریکا سپری کنم و در عالم سیاست گام بردارم و حالا سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا باشم. ببین علی، من هرگز فراموش نمی کنم که در زمانی نه چندان دور نهادها و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا شاید اصلا به همجنسگرایان اجازه نمی دادن که در اونها کار کنند. اصلا به اونها اعتماد نمی کردند و همین باعث می شد که امکان کار کردن در این نهادها رو نداشته باشند. اما امروز اصلی ترین نهاد اطلاعاتی آمریکا داره توسط یک مرد به طور آشکار همجنسگرا هدایت میشه. باید بگم که من این موفقیت رو مدیون دگرباشان دیگری هستم که پیش از من این راه رو هموار کردند. اونها با کوشش هاشون گذاشتن تا روی شونه اونها بالا بریم و رشد کنیم. من هرگز از خودگذشتگی اونها رو از یاد نمیبرم و امیدوارم روزی خودم که به گذشتم نگاه میکنم شاهد این باشم که راه رو برای نسل بعد آسون تر کردم و افرادی از جامعه دیگر باشان بر شونه من ایستادند تا بالا برند. گفتگوی همکارم علی حمیدانی بود با ریچارد گرنل، سرپرست تشکیلات اطلاعاتی آمریکا. امروز 972 سالگرد تولد عمر خیام، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و یکی از معروفترین چهره‌های ادبیات ایران در غرب است. به دلیل شیوع ویروس کرونا، فرماندار شهرستان نیشابور گفته که برنامه‌های بزرگداشت روز ملی خیام به مدت 2 روز در فضای مجازی برگزار می‌شود. گفته شده که جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیشابور در باغ خیام و با رضایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد. حاضران به نمایندگی از همه مشتاقان خیام در سراسر جهان آرامگاه او را گلباران کردند. فرج بالافکن گزارش می‌دهد. استاد علوم زمان خیش بود، بدانجا که همه چیزدان یا حجت الحق می‌خواندندش. اما راز ماندگاری خیام از پس قرون متمادی اطلاعی است که در شعر فارسی به رباعی بخشید. در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش. هر یک به زبان حال با من می گفت کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. این همان نسخه خطی روایات اوست که قدمتش به 560 سال پیش باز می گردد. همان نسخه‌ای که 161 سال قبل ادوارد فیتزجرالد انگلیسی با الهام از آن رباعیاتی سرود که شهرت خود و خیام را عالمگیر کرد. آوازه رباعیات خیام در فرنگ به گوش صادق هدایت رسید که سالها بود در غربت رحل اقامت افکنده بود. در فارسی به رباعی ترانه هم گویند. از همین رو هدایت منتخبی از رباعیات خیام را 86 سال پیش در یک جلد
با نام ترانه های خیام منتشر کرد. وقت سحر است خیز و اما دلبستگی یا همزاد پنداری هدایت به خیام از کجا ناشی می شد؟ خیام صدایی بود در قرن پنجم که شاید مشابه اون صدا رو ما از زکریای رازی شنیده. رباعیات خیام رو از میکنه. کتابای فلسفیش نه، کتابای علمیش نه. اگر اون خیام فیلسوف که ما باشد همان کسی باشد که اون اشعار رو شده است، اونگاه خیام قاعدتاً باید کسی باشد که جهانبینی غیر دینی و غیر اسلامی دارد، یک نگاه متحیرانه به خلقت دارد، در زندگی آدمیان یک تکرار ملال‌آور بیهوده و بی‌حاصلی می‌بیند و همین ها هم بود که شاید کام اقتصاد به هدایت شیرین می‌آمد. در چند دهه اخیر کار چندانی در موسیقی ایران بر روی رباعیات خیام انجام نشده و تنها چند اثر است که از احمد شاملو، فرامرز پایور، فریدون شهبازیان به جا مانده که صدای ماندگار محمد رضا شجریان حلقه وسط همه آنهاست. آقای شاملو جدا از ما در استودیو اونا رو دکنامی کرده بودن و اینها نوارش بود، بعد اینا میکس شد با هم دیگه. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. خوش باش دمی که زندگانی این است. فرج بالفکن، بی بی سی. خوش باش دمی که زندگانی اینه. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.